در موردش بگید که کلا خب تلفیق این دوتا رو کردید و به یکی دیگه از علایقتون، در قدم بعدی رو از هیچی نگذشتید، یه چیز جدیدی اضافه کردید و شاید میشه گفت یه قدم بزرگ و تازه تری برای خودتون و کریر خودتون برداشتید. بگید که چه فرقی با اون موزیک ویدیو ساختن داره، چه تفاوتهایی داره، چه احساسی بهتون دست میده و الان چه کار دارید میکنید؟ میوزیک ویدیو تو به آنها خسته شدم از بخاطر اینکه خب یه فرمی شده بود، آهنگا همه خیلی شباهت به هم دیگه دارن، بعد اون فرمول میوزیک ویدیو همیشه مورلس یکیه دیگه، رشدی توش ندارم چون من خب دو سه تا فیلم سینمایی هم که کار کردم، از فیلم سینمایی هم زیاد اونقدر خوشم نمیاد، من دوست ندارم یه چیزی دو سال سه سال طول بکشه فقط یه ساعت و نیم ثمره ازش بیاد. اگر شما این تمام دقیقه های میوزیک ویدیو و این فیلم های ماشینا رو هم اد کنین به اندازه 50 تا فیلم سینمایی میشه، اینجوری من بیشتر دوست دارم کوتاه کوتاه باشه. سو فرقش اینجا میاد که خب من علاقه که به ماشین دارم و اون چنجی که هست، داستان یه حالت بیزنس، یه پروژه جدید اختراع کردیم که ماشینی که کلاسیکه مثلا 30-35-20-25 سال عمر داره، درست همینجوری که من الان تعریف کردم، من از اون کشور به این کشور رفتم، اینجا بودم، اونجوری بودم، الان بزرگ شدم، اون ماشین هم همون زندگی رو داره. مثلا یه آلفا رومئو وینیال سپایدر 1960 که الان 60 سال عمرشه، تمام این داستان زندگی این ماشین رو که اون روزی که 4-5 هزار دلار بوده توی کارخونه توی ایتالیا درست شده اومده الان 1 میلیون دلار قیمتشه، این کجاها بوده، چیکارا کرده، دست کیا بوده، چه زندگی داشته، چند بار ریستور شده، چند بار درست شده، همه اینا رو بکشیم. بعد اون اشخاصی که صاحبای ماشین بودن و امروز صاحب ماشین هستن، زندگی نامه اونا رو هم به فیلم بکشیم. سو برای من خیلی جالبی و قشنگی داره که چجوری یه ماشین چه زندگی داشته و پیش کیا بوده و اون اشخاصی که صاحب این ماشین ها چه پشینی دارن، چه لابی دارن و پولی که از توی این درمیان از راه فروش این ماشین از یه نفر به یه نفر دیگه است. سو اون وسطه که درآمدش در میاد و اینکه خب مخارج فیلم و عکس و اینا رو همه رو میده. در حقیقت کاراکتر شما الان اون ماشینی هستش که مثل خودتون یه سیری داشته، یه از این ور به اون ور رفته، تا الان داستان زندگی اون ماشین رو در حقیقت دارید میسازید ولی با زبان خودتون عنوانش میکنید.